در برنامه هفته قدم زدن در واشنگتن، هیولاهایی که بچه ها می کشن و نمایشگاه ایتری و بازی و بازی و بازی. نمایشگاه سرگرمی‌های الکترونیک یا ای3 شاید مهمترین رویداد در حوزه گیم باشه که هر سال عاشقان این صنعت رو به لس آنجلس می‌کشونه. نمایشگاهی که هفته قبل برگزار شد و ما علیرضا واسفی همکارمون رو فرستادیم تا از مهمترین رویدادهای این نمایشگاه بهمون بگه. همه چیز از اینجا شروع شد. ده ها وسیله جدید، صدها بازی نامدار، هزاران بازی ساز و چند ده هزار خوره گیم. امسال توی ای3 بیشتر از 2000 گیم و سخت افزار معرفی شدن که 150 تاش برای اولین بار ازشون رو نمایی می شد. بین اینا برای من لست آباس یه چیز دیگه بود. اینقدر گیم پلیش عجیب بود که من نمیتونستم تشخیص بدم کجاش کاتسینه و کجاش گیم پلیه. البته بعدش فهمیدم که کلش گیم پلی بوده. واکنش شخصیت ها و برخورداشون بیشتر شبیه فیلمه تا بازی هایی که تا حالا میکردیم. ایکس باکس توی ای3 امسال 50 تا بازی جدید اعلام کرد که 18 تاش انحصاری خودشه. یکی از بهترین هاش هیلو اینفینیت بود. بازی که توی کنفرانس مطبوعاتی ایکس باکس موقع اعلامش همه رو سر حال آورد. البته هنوزم تاریخی برای پخشش نداره. این تنها خبر هیجان انگیز ای3 نبود. یکی کنفرانس مایکروسافت خیلی برای من جذاب بود. یکی دیگه هم گیمی که CD Projekt Red داره روش کار میکنه، سایبرپانک 2077. کنفرانس مایکروسافت از اون لحاظ خیلی جذاب بود برای من که بالاخره مایکروسافت داره به بازی برمیگرده. یعنی نسل 8 رو کامل از دست داد، اما 5 تا شرکت خیلی خوب گرفته، با استعداد گرفته و این امید بخشه برای طرفدارای مایکروسافت که نسل بعدی حتما با یک مایکروسافت قوی و همچنین سرپا روبرو خواهند بوده. سایبرپانک که بخوام اگه در موردش صحبت بکنم، با یه بازی اول شخص شوتر RPG طرف هستیم که واقعا حتی یک بازی نزدیک به اون رو هم نمیتونم نام ببرم که بگم اگر اونو دیدید بهترش اینه. انقدر این بازی فراتر از انتظارات من بود. It's a city of dreams and I'm a big dreamer. برخلاف چند تا بازی که نفس خیلی از گیمرها رو توی سینه‌شون حبس کرده، امسال اما در حوزه فناوری و سخت افزار چیز دندونگیری اینجا پیدا نشد. واقعا قرار نبودش که کنسولی معرفی بشه، هرچند که همه انتظار داشتن یه خبر خوب بشنون، اما با توجه به اینکه مایکروسافت ایکس باکس وان ایکس رو که به عنوان پرقدرت‌ترین کنسول حال حاضر بازار وجود داره رو در اختیار داره، گفتش ما داریم رو کنسول بعدیمون کار میکنیم. به نظر من خیلی بیمورد بود. از اون طرف سونی حتما داره رو کنسول بعدیش کار میکنه. شایعاتی مبنی بر همکاریش با AMD هم برای GPU هم CPU در اومده که خب حتما داره اتفاق میفته و نینتندو رو هیچ خبری ازش نیست که داره چه اتفاقی میفته. اما خب واقعا منتظر خبری هم از نینتندو نیستیم. نینتندو سویچ الان تو اوج محبوبیتش. این محبوبیت با اعلام چند تا بازی برای طرفدارای نینتندو بیشتر هم شد. بین این بازی‌ها سوپر اسمش برو کلی گل کرد. بیشتر از 60 تا کاراکتر داره. از ماریو و لینک گرفته تا پکمن و سونیک. اما ای3 فقط به شرکت‌های بزرگ محدود نمیشه. تو بخش بازی‌های مستقل شاید بازی خبرساز نشد، ولی چیزی که برای من جالب بود بازی سازهای این حوزه بود. نمیشه گفت جوونا، بچه‌هایی بودن
که به خاطر داشتن ایده های خلاق و توانایی فنی لازم تونسته بودن کنار این همه هیولای صنعت بازی قرفه بزنن، قد علم کنن و ایده های بکرشون رو عرضه کنن. امسال دومین سالیه که در ایتری به روی عموم باز بود. اگرچه خیلی از بازدید کننده ها که حداقل $150 پول بلیت داده بودن، از اینکه باید بعضی وقتا جاشونو به از ما بهتر میدادن خیلی شاکی بودن، چون باید یه عالمه تو صف وا میزدن. از طرف دیگه حرفه‌ای ها هم از اینکه بعضی از شرکت ها دیگه تو سالن های اصلی حضور نداشتن دلخور بودن. یه اتفاق عجیب و جالب دیگه‌ای که داره میفته که در عین حال نگران کننده هم هست، جدا شدن شرکت‌های بزرگ از محوطه ایتریه. ای دو سال پیش رفتش و توی فضای دیگه ای پلیو رو انداخت که درش برای عموم بازه. مایکروسافت امسال خرج خودش رو سوا کردش از ایتری، رفته تو مایکروسافت تیتر، قرفش رو برپا کرده و واقعا یک مقدار منو نگران میکنه نکنه که سونی یا نینتندو یا شرکت‌های دیگه‌ای تصمیم بگیرن، حالا به دلایلی که شاید مالی هم باشه، در فضایی غیر از فضای کانونشن سنتر قرفشون رو برپا بکنن. یک مقدار فضا اون یک پارچگی قدیم و خوب خودش رو نداره، حتی برای منی که برای تجربه و پوشش این نمایشگاه میام اینجا کار خیلی سخت‌تر شده. خیلی از افراد نابینا درک بسیار عمیقی از فضای اطرافشون دارن، اما در فضای شلوغی مثل اینجا همیشه موانع و عناصری هست که ممکنه اونا رو دوچار سانحه کنه. گری اودانهیو رفته در واشنگتن، عینکی رو آزمایش کرده که به درد همین مواقع میخوره. میبخشین، میشه کمک کنی من از این پله ها برم پایین؟ حتما. خیلی ممنون، لطف میکنین. خیلی وقتا مردم از من میپرسن چجوری بدون اینکه ببینی زندگی میکنی. راستش بیشتر وقتا صرفاً یکم سخته، بعضی وقتا خیلی سخته و هر از چندگاهی هم حقیقتا پدر آدم در میاد، نه به این خاطر که زندگی غیر ممکن میشه، به این خاطر که کاری که میخوای بکنی خیلی بیشتر از حالت عادی طول میکشه یا باید از دیگران کمک بگیری. بنابراین اگه دوتا چشم که هر وقت اراده میکردی به دادت میرسید خوب بود، مثلا یه چیزی شبیه. سلام ارین، خوبی؟ سلام گری، ممنونم که با آیرا زنگ زدی. من الان واشنگتن دی سی ام، کنار استخر توی نشنال مال. اینجا یکی از توریستی ترین جاهای واشنگتنه، ولی من با اینکه 3 سال اینجا زندگی میکنم هنوز نتونستم یه بار تنها بیام اینجا قدم بزنم. در واقع تا حالا نتونسته بودم. الان استخر سمت راستته و جلو در دوردست بنای یادبود واشنگتن. دلیل اینکه این بار میتونم تنها اینجا قدم بزنم ایراس که ظاهرا هم اشاره به هوش مصنوعی داره هم به یه چیزی در اساطیر مصر باستان. ایرا یه گوشی تلفن هوشمند رو به یک عینک مخصوص وصل میکنه. روی عینک بین دوتا شیشه یه دوربین داره که 120 درجه رو میگیره، هم عمودی هم افقی. اگه دو بار روی دکمه که روی گوشی بزنی وصل میشه به یک مددکاری که روی نمایشگرش تصویر دوربین روی عینک شما رو میبینه. چند تا اپلیکیشن دیگه هم هست که آدمای نابینا رو به آدمای عادی وصل می‌کنن، ولی فرق ایرا اینه که اون آدمی که بهش وصل میشی کار بلده. تقریبا برای هر کاری میشه از ایرا کمک خواست، از تاکسی صدا کردن بگیر تا بروز کردن حساب‌های شبکه‌های اجتماعی. برای من روزنامه‌نگار که میخوام روی پلتفرم‌های مختلف حضور داشته باشم خیلی خوبه، حتی روی اینستاگرام هم بدون کمک پست می‌کنم. عالی شد، درست وسط صفحه است. LOVE. خیلی طول کشید تا درست بفهمم کی باید حرف بزنم و کی سکوت کنم. فقط با آموزش میتونی بفهمی که چی بگی به درد شخص نابینا میخوره و چی اصلا براش مهم نیست. بنابراین به اون سادگی که به نظر میرسه نیست. دست کم برای من ساده نبود، مدتی طول کشید تا یاد بگیرم باید چی کار کنم. میشه چند تا مثال از کارهایی که برای کمک به افراد نابینا کردین رو بگین؟ خیلی وقتها ساده ترین کارها مهمترین کاره. مثلا یکی میخواست تاریخ مصرف ماست توی یخچالش رو بهش بگم. نمونه های جدی تر هم هست.
مثلا عروسی یه دختر رو برای پدرش یا خاکسپاری یه پدر رو برای دخترش تعریف کردم. یعنی میگفتین آدمای اطرافش چیکار میکنن؟ بله، و اینکه اتاق رو چه جوری درست کرده بودن، گلها چه شکلی بود و جزئیات دیگه‌ای که اون شخص نمیتونست ببینه. تعریف کردنش غم انگیز بود ولی به اون آدم کمک میکرد. ایرا فعلا فقط در آمریکا کار میکنه. در کانادا و استرالیا هم داره راه میفته و قراره بعد از مدتی به بریتانیا هم برسه. همه مددکارا از خونه کار میکنن. هر چقدر تماستون طولانی تر باشه بیشتر پول میدی. یه سرویس خودکار هوشمند هم داره که برای کارهای ساده مثل خوندن برچسب قیمت یا اسم یه جنس توی مغازه به مددکار وصل نشین و پول بیخودی ندی. بعضی جاها هم کلا مجانیه، مثل فرودگاه. در واقع مادامی که در فرودگاه باشی، فرودگاه هزینه ایرا رو میده. هر آدمی که نوعی ناتوانی جسمی داشته باشه حتما یه خاطره بد از فرودگاه داره. اگه نابینا باشی به محض اینکه کمک بخوای میشوننت روی صندلی چرخدار. ولی من یکی اگه کارم با این راه بیفته ترجیح میدم با پای خودم برم. میگه پاسپورتت رو اسکن کن، یکم برو سمت چپ، آره همونجا رو فشار بده. این پشت کارت پروازته، تبلیغ کارت اعتباری امریکن اکسپرسه. حالا طرف درستشه ولی سر و تهه. آها درسته. یکم وقت میگیره ولی واقعا کار میکنه، شاهکاره. یه نیمکت سمت راسته، یه میز سمت چپ، فاصله شون کمه. جلوتر هم یک ساک سمت چپه، یه آقا سمت راست، باز هم فاصله شون کمه، باید از وسطشون بری. خیلی هم میگن استقلال. مسئله استقلال نیست، انتخابه، انتخاب داشتنه. وقتی من نوعی میام فرودگاه، حد اکثر چیزی که میتونم از یه آدم دیگه بخوام اینه که مثلا دستمو بگیره و ببره دم دستشویی یا مثلا دم فروشگاه که آب بخرم. همین، بیشتر از این نیست، ولی من میخوام بتونم خرید کنم. ایرا با حق اشتراک کار میکنه. سخت افزارش مجانیه، ولی بابت دقیقایی که بهش وصل میشی پول میدی. حقیقتش ارزونم نیست. 100 دقیقه در ماه میشه 89 دلار. اگه بخوای نامحدود استفاده کنی باید ماهی 329 دلار بدی. ولی موضوع اینه که بیشتر آدمای نابینا سر کار نمیرن و غالبا کمتر از میانگین آدم‌ها درآمد دارن. با این حساب یکم زیادی گرون نیست؟ وقتی دیدیم خیلی از کاربرا دغدغه مالی دارن، رفتیم سراغ کسب و کارهای مختلف و گفتیم این آدم‌ها در نهایت مشتری شما و خدمات شما. نمی‌خواید کمک کنین از ایرا استفاده کنن؟ در این حال یه امکان کاربر مهمان اضافه کردیم. الان شما می‌تونید مجانی به عنوان کاربر مهمان ثبت نام کنی و جاهایی که میری از ایرا استفاده کنی. فکر نمی‌کنین گام اصلی اینه که شرکت‌های خدمات درمانی یا شرکت‌های بیمه رو وادار کنین هزینه رو تقبل کنن؟ 100%. همین الان هم در حال مذاکره با این شرکت‌هاییم. حدود 300 میلیون نابینا و کمبینا در دنیا داریم. از نظر ما تک تک این افراد باید ایرا داشته باشن و هر زمان و هر جا که خواستن ازش کمک بگیرن. این هم یکی دیگه از کارهایی است که اخیراً برای کمک به نابینا انجام شده. اسمش هست چشم من باش. آدم ها داوطلب میشن که کمک کنن و نابینایی که کمک میخواد بهشون وصل میشه که اطرافش رو براش توضیح بدن. یه نمونه دیگه اپلیکیشن سینگ مایکروسافت که برای خوندن متن و بارکد و چیزهای دیگه استفاده میشه. محققای مؤسسه فناوری کالیفرنیا کلتک هم اپلیکیشنی ساختن به اسم هولولنز که راهنمای نابیناهاست. سازندگانش هم میگن وسیله که ساختن جزئیات فضای اطراف رو درک میکنه و به مصرف کننده گزارش میکنه. با این اوصاف میشه گفت مشکل حل شده. البته همین که بتونی کارهای خودت رو خودت و هر وقت که خواستی انجام بدی خیلی مهمه، ولی هزینه همچنان مسئله است و ماجرای حریم شخصی هم حل نشده. مثلا آیا من نوعی حاضرم حساب بانکیم رو به یه غریبه نشون بدم؟ ولی کمک های دیگه هم میتونم بخوام، به خصوص توی گرما. یکی گفت این اطراف یه بستنی فروشی هست، میشه بگی کجا؟ شما حرکت کن من بهت میگم. یه دونه هم واسه تهیه کننده میگیرم، خسته شد. این هفته سازمان بهداشت جهانی اختلال بازی‌های کامپیوتری رو به عنوان شرایطی که میتونه باعث اعتیاد بشه طبقه بندی کرد. IBM Project Debater یا پروژه مناظره‌گر خودش رو آزمایش کرد. این سیستم به استدلال‌های حریف‌های انسانی خودش گوش میده و از بین صدها میلیون مطلب که در حافظش داره سعی می‌کنه به اونها پاسخ خوب و منطقی بده. آیا هیچ وقت از اینکه صحنه‌ای رو با حرکت آهسته فیلم نگرفتین پشیمون شدین؟
انویدیا، سازنده تراشه‌های کامپیوتری، نشون داده که چطور میشه از هوش مصنوعی برای پر کردن فواصل خالی بین فریم‌ها استفاده کرد. تا ویدیوی 30 فریم در ثانیه رو به ویدیوی حرکت آهسته 240 فریم در ثانیه تبدیل کرد. و در نهایت، نبرد برای تسلط بر چشم و گوش ما بالا گرفته. فیسبوک در رقابتی مستقیم با یوتیوب طرح جدیدی رو ارائه کرده تا ستاره‌های رسانه‌های اجتماعی بتونن برای خدمات فیسبوک واچ محتوا تولید کنن. اینستاگرام هم که به شرکت فیسبوک متعلقه اعلام کرده امکان انتشار ویدیوهای طولانی تری رو در این پلتفرم ارائه داده، یعنی یه چیزی شبیه یوتیوب. و خود یوتیوب هم خدمات اشتراکیش رو در 12 کشور راه انداخته. به این ترتیب مشترکان میتونن به محتوای عرضه شده در این خدمات به صورت آفلاین هم دسترسی داشته باشن. یکم بارون، یکم آفتاب و کلی کتاب. به جشنواره هی خوش اومدید. هر سال هزاران نفر میان اینجا به شهر هی، شهری که معروفه به شهر کتاب در مرز انگلستان و ولز، تا خورجین‌هاشون رو پر از داستان و نقد و نظر و بحث بکنن. یکی از پروژه‌هایی که امسال به جشنواره اومده بود، ترانسمیشن بود از شورای تحقیقات محیط زیست بریتانیا. در این پروژه دانشمندان برجسته و هنرمندان سرشناس با هم کار می‌کردند تا چیزهایی خلق کنند که فهم علم رو آسان‌تر می‌کنه. مثلا کریس هاتن، نویسنده و تصویرگر کودکان، با امیلی شاکیرا، اقلیم شناس، روی یک پویانمایی کار میکردن که محتواش از پژوهش‌های دکتر شاکیرا اقتباس شده و در مورد تغییرات اقلیمی هشدار میده. Over time, this snow packs together. It crushes under its own weight so tightly that it becomes solid ice. But it isn't completely solid. It contains tiny bubbles. توی مرکز تحقیقاتشون نمونه‌های مختلف یخ دارن از دوره‌های مختلف. مثلا یخی داشتن که مال 140 هزار سال پیشه و توی این یخ حباب‌های ریز هوا گیر افتاده. هم روی یخ آزمایش می‌کنن، هم روی این حباب‌های هوا. مثلا دیوکسید کربن و گازهای دیگر رو می‌سنجن که ببینن تغییراتش در طول زمان چطور بوده. So what are the CO2 levels that we are recording today? They are much, much higher. این پروژه مهمیه، چون واقعیات جدی رو به زبون ساده و با تصویر بیان میکنه. مخاطب بهتر میتونه با این واقعیت و اطلاعات ارتباط برقرار کنه. There are ways we can reduce our emissions and at the same time improve the quality of our lives. اما در سوی دیگر جشنواره هی جایی که اسمشو گذاشتن کلبه نقاشی، در واقع یک کارگاه تصویرسازی و تصویرگری دیجیتال به همت شرکت مش سینما. همه از یک اپلیکیشن رایگان به اسم تگ تول استفاده می‌کنند. هر کسی روی یک آیپد یک هیولا می‌کشه، بعد متحرکش می‌کنه. هدف اینه که بچه‌ها با انیمیشن یا پویانمایی آشنا بشن. استفاده از نرم افزار ساده است. برای حرکت دادن هیولا کافیه با دست نشون بدید میخواید چجوری حرکت کنید. چون همه چی روی آیپد انجام میشه، عملا هر وقت به هر جا که چیزی به ذهنتون برسه میتونید یک پویانمایی دو بعدی بسازید. امکان همکاری و همرسان کردن اثر با کاربران دیگر هم داره. بهترین قسمت ماجرا شبه. توی تاریکی تصویر هیولاها رو انداختن روی چادرهای جشنواره و هیولاهای کوچک یهو بزرگ شدن. روانپریشی به حالتی گفته میشه که فرد مبتلا دنیای اطرافش رو متفاوت از دیگران میبینه. برخی از کارشناسان معتقدن که با استفاده از فناوری میشه نشانه های اولیه روانپریشی و بیماری های روانی دیگر رو تشخیص داد. گزارش پل کارتر بود. ECT in the early days was a distressing business.
خوشبختانه دورانی که مشکلات روانی رو با بی‌رحمی و کنج تیمارستان‌ها حل می‌کردن به سر اومده. این روزها دیگه با مشکلات روحی هم کمابیش مثل مشکلات جسمی برخورد میشه. به خصوص با تشخیص زودهنگام. اخیراً تحقیق‌های بسیار جالبی انجام شده که نشون میده با فناوری ممکنه بشه بعضی از بیماری‌ها رو خیلی زود تشخیص داد. محققان دانشگاه‌های بریستول و اکستر حرکات دست داوطلبان رو ثبت می‌کنن که ببینن آیا میشه نشانه‌ای برای روانپریشی پیدا کرد. حرکات دست رو به مدل‌های ریاضی تبدیل می‌کنن که متغیرهایی مثل تعداد حرکات کوتاه و بلند دست، سرعت و زمان اون حرکات رو ثبت می‌کنه. همه این اطلاعات رو جمع می‌کنیم و یه شاخصی در میاریم که نشان دهنده فعالیت حرکتی شخصه. یعنی شاخص حرکتی هر کس با دیگری متفاوته. اگه ما 3 هفته حرکت شما رو ثبت کنیم، دیگه میتونیم هر حرکتی رو تشخیص بدیم که مال شماست یا نه. به همین ترتیب میتونیم شاخص حرکتی افراد سالم رو کسانی که اختلال روانی دارن تشخیص بدیم، مثلا روانپریشی. مبنای این تحقیق مطالعاتی است که پیش از این انجام شده، از جمله روی بیماران شیزوفرنی. هدف محققها اینه که ببینن آیا میشه روانپریشی رو هم در مراحل اولیه تشخیص داد یا نه. برد از داوطلب‌های این تحقیقی که پیش از این مشکل روانپریشی داشته. با این حال اگه نتایج آزمایشش رو نگاه کنین متوجه چیز خاصی نمیشین. ما از ابزار ریاضی استفاده میکنیم و حرکات دست رو با جزئیاتی به مراتب بیشتر از اونچه که به چشم میاد میبینیم. در نتیجه تفاوت آدم‌های مختلف رو تشخیص میدیم. تحقیق‌های دیگری هم هست که تمرکزش روی نشانه‌های اولیه بیماری‌های روانی در کودکان و نوجوانانه. این گروه داوطلب‌ها در مدرسه‌ای در جنوب لندن دارن آزمایش میشن که معلوم بشه آیا با واقعیت مجازی میشه فهمید احتمال اینکه یک کودک بعدها دچار مشکلات روانی بشه چقدره؟ آزمایش به این ترتیبه که کودک به طور مجازی توی غذاخوری مدرسه میچرخه. ویژگی مهم واقعیت مجازی اینه که شخص به نوعی درش غرق میشه و دقیقاً طوری واکنش نشون میده که انگار در دنیای حقیقیه. به همین خاطر میشه با دقت و بیواسطه واکنش یک فرد رو در یک موقعیت مشخص سنجید. محققان واکنش بچه ها رو بررسی میکنن که ببینن نشانه ای از استراب یا پارانویای خفیف دارن یا نه. نتایج این تحقیق بخشی از یک تحقیق جامع‌تره در مورد عواملی که میتونه به بیماری روانی منجر بشه. تا همین جای کار هم محقق ها به نتایج جالب توجهی رسیدن. از جمله اینکه 64% دانش آموزهایی که استراب داشتن مورد آزار بچه های دیگه هم قرار گرفته بودن. و نتیجه دیگه این بود که بچه هایی که در کودکی در دوره های طولانی احساس تنهایی کردن به مراتب بیشتر استراب دارن و پارانویای خفیف درشون بیشتر دیده میشه. همچنین به نظر میاد این نوع استراب در پسرها بیشتر از دختراست. جالبه. برعکس چیزیه که تصور میکردیم. البته نشانه های اولیه یک بیماری روانی به این معنا نیست که اون شخص حتما به اون مشکل دچار میشه. ولی محقق ها معتقدن حتما باید بهش توجه بشه. 50% مشکلات روانی بزرگسالان پیش از 15 سالگی آغاز میشه و حدود 75%ش قبل از 18 سالگی. بسیار مهمه که عوامل مؤثر شناخته بشن که شاید بتونیم راههایی پیدا کنیم که زودتر سراغ درمان بریم. در بریستول براد همچنان داره آزمایش میشه. باید حرکات ساده یه ربات رو تکرار کنه. محققها از همین حرکات ساده اطلاعات بسیار ریز و دقیقی استخراج میکنن. اینجا براد داشت سعی میکرد پیشبینی کنه ربات کدوم وری میچرخه، ولی اونی که فکر میکرد نشد. ما همه این جزئیات رو که مثلا چقدر سریع این تصمیم گرفته شده یا با چه دقتی حرکت ربات رو دنبال میکنه ثبت میکنیم. میشه به طور خلاصه گفت تفاوت این دو نمودار در کسانی که مشکل روانپریشی داشته باشند بیشتره؟ حقیقتش بدون تحلیل ریاضی نمیشه تفاوت ها رو تشخیص داد. اگه اینقدر واضح بود دیگه نیازی به ابزار و مدل های پیچیده نبود. هر کس رو تو خیابون میدیدی میتونستی بگی فلان اختلال رو داره یا نه. نکته مهم اینه که آزمایش هیچ تشخیص نادرستی نداشته. هیچ موردی نبودی که کسی رو که شیزوفرنی نداشته مبدلا به شیزوفرنی تشخیص بدیم. دقت تشخیصتون 93% بوده. خیلی خوبه. حدوداً به اندازه آزمایش‌های یکی از مغز تصویر برداری می‌کنن. مسئولان این پروژه امیدوارن به جایی برسن که در یافتن نشانه‌های اولیه بیماری فناوری جایگزین قلم و کاغذ بشه. مشکل ما در تشخیص مشکلات روانی و به طور کلی در روانپزشکی اینه که با آزمایش خون نمیشه چیزی فهمید. در نتیجه همه چیز بر مبنای برداشت من از رفتار شخصه یا بر مبنای چیزی که اون شخص به من میگه که خب مشکلاتش واضحه.
این شیوه میتونه دقیق تر باشه و میتونه بعضی از این برداشت های شخصی رو از معادله حذف کنه. طبعا اگر به ثمر بشینه تحول بزرگیه، چون برای اولین بار میتونیم بعضی نشانه ها رو با دقت و بدون دخالت ذهنیت شخص مشاهده کننده بسنجیم. خب به پایین برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk، از راه توییتر با شناسه @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.